توانا. السلام علیکم خانواده عزیز، بانوهای گرامی، خدا کنه صحتمند باشین و یک روز خوب خوش داشته باشین. خواهر گرامی بیننده عزیز برنامه بانو، السلام علیکم. بازم در خدمت شما عزیزا قرار داریم. وقت نشر برنامه شما فرا رسیده و بودی از خواهرای ما که مشکلی می داشته باشن میتونن به برنامه زنگ بزنن. شماره تماس ما رو روی صفحات تلویزیونتون مشاهده میکنین، 0796-00-86-56. از سایر شبکه ها بغیر شبکه مخابراتی روشن میتونین که فقط صرف 86-56 دایل بکنین و بعدا به هدایتشون گوش بدین و تماستون با ما رخ میشه. و همچنان پیام های شما که از طریق 456 مواصلت کرده، پیام های شما نیز با ما هست تا وقتی که تماس های شما دوستان رو میداشته باشیم. و یک موضوع را بازم میخوایم بگویم که ویدیو از خواهرهای ما که نمیتونند جریان برنامه با ما به تماسشن، فقط به 456 دایل بکنین، کلید 1-6-3 و 2 را فشار بدین و بسیار به آسانی پیامتان را بگذارین. بله، و قبل از اینکه دکتر صاحب بریم به طرف پیام های دوستا تا ای که تماس می داشته باشیم، خواستیم در مورد پولیو گپای داشته باشیم. بله، پولیو چیست؟ بله، یا فالج اطفال که میگن فرزند جون، یک کمک وارد می زبان امی مادرها و امیانه صحبت بکنیم. بله، بله. که یک مشکل هست که اطفال خصوصا مصاب میشن و همیشه از طریق رسانه ها شما گوش میکنی، از طریق چی؟ که یک طفلک اشانم میگه شما مسیر طفلتان به کدام طرف میخواین بره؟ بله. که به طرف معیوبیت بره یا درست یک طفل صحتمند باشه. اینی جه هست که مسئولیت خانواده ها هست، مسئولیت یک مادر است که واقعا ببینین دولت با وجود همه قدر که ما میگیم که افغانستان یک کشور بسیار فقیر است و مشکلات در هر عرصه داریم، ولی با آن هم در تمام قرا و قصب و در تمام ولایات افغانستان همی وزارت صحت عامه افغانستان به همکاری یون حداقل همی کمپاین محو پولیو را برای انداختن که حداقل اینمی طفلا فردا روز اگر مصاب میشن فرزند جان اینمی جوابگو هستن در مقابل اطفال. اطفالشان بله، اطفال باز او وقت حق داره که از گریبان پدر و مادر خود بگیره که چرا همه چیز رایگان بود. حالا ما خود او قرن 17 و 18 که زندگی نمی کنیم که اصلا ایره کس نفهمه که چی است و اطفال مصاب به ای شوه. پس ما در حال خود در حصر در قرن 21 زندگی میکنیم که ایده بازهی حقشان است که فردا روز که اطفال از گریبان پدر و مادر خود بگیره که چرا من مصاب به پولیو شدم و حال فعلا به معیوب هستم، چرا چنین است. پس به او خاطره که فردا روز در مقابل اولادتان جوابگو نباشین، یعنی به این معنی که فردا روز طفلتان از گریبان تا نگیره، بهترین وقتش همی هست خواهرای گرامی مادرای عزیز که فقط هر جایی که از اول خانه به خانه کمپاین است. در بعض جاها رسیدگی نمیشه، پس ببینین که وقتی که نمی موضوع رو باید شما ببینین که کمپاین پولیو در کجا هست. باید حتما برین و اطفالتان چند قطره از امی وقتی که در هر مقطع زمانی میگه 4 بار میگن، 2 بار میگن، 6 بار میگن، هر قدر که میگن، و بعدا تبلیغات هم در این زمینه صورت میگیره از اشخاص ناحل، نافهم، جاهل که اصلا او هیچ ارتباط به این گپا نداره. فقط این وظیفه یک دولت است که یک نسل صحتمند به بار بره. بله. و از او خاطر یک مشکل اساسی در اطفال انمی پولیو یا فالج اطفال است. بله. پس به او خاطر تقاضای ما از مادرای گرامی است که غفلت نکنین خواهرای گل، کوشش بکنین که با انداختن چند قطره فقط قطره پولیو زندگی اطفالتان تضمین بکنین. ده. شما میخواین که اطفالتان معیب شه، هیچ مادری را نمیخواین. پس به او خاطر مسئله مهم و اساسی هست که کوشش بکنن که اگر نتونستن در بعض خانه ها نمیتونن یا غفلت میکنن و مامورینش نمیتونن، یا ای که حداقل شما احساس میکنین که در یک جای آمده مثلا مثل که بعد میگه به دهان اطفال قطره میاندازه، کوشش بکنین که حتما اطفالتان از این قطره نمانه که فردا روز خدای نخواسته اونمو گپ پیشتر ما که باز امو اطفالتان از پیشتان پرسان نکنه که مادر چرا این کار نکردی که امروز ما در این حالت معلولیت به سر میبرم. پس به او خاطر بفهمین که بسیار مرض خطرناک است، ولی با انداختن قطره شما مسئولیتتان رفع میکنین و میتونین که یک طفل صحتمند تقدیم جامعه بکنین. بله دوستای عزیز، والد میریم به طرف پیام های دوستای ما. یکی هم پیام داشتیم از یک خواهر ما که بسیار مشکل جدی داشتن، گفتن که درویشان
چند لکه سالدان است. وقتی که میرم مکتب یا در بعض جای ها میرم، خورخونده هایم سرمهرش خندی میکنن، مرا تمسخر میکنن، از امون خاطر گفته از جامعه، از محیط، از امون محیطی که میرم میایم، گفته که بسیار زیاد میترسم و رفت آمد کرده نمیتانم و گوشگیر شدیم. به امون خاطر خواستیم دکتر صاحب در مورد به خواهر عزیز ما مشفره بکنم. گرشی روزای شنبه اختصار داده باشه داده بگم برای دکتر صاحب امراض جلدی و اونا هم دکتر عبدید بدن، تداوی های بسیار مدرن آورده بودن در افغانستان و یکیش هم اینمی موضوع بود که خالای سالدانه است و از بین بردنش بسیار ساده و سهل شده، طریق علاج تداویش وجود داره. ولی آمدیم سر از این مسئله، حالا من سر از این نمی پیچم که بله فقط سر می که چرا تشویش می کنن و بله. مثلا خصوصا یک دهه قبل در افغانستان حالت به اندازه خراب بود و بسیاری از اشخاص ببینید که داغای سالدانه در وجودشان هستن. بله. چرا که اینجا یک حالت بودن که مردم فقط و فقط به فکر آب و نان بود و مشکلات دیگه جدی وجود داشت، حکومت درست وجود نداشت و نمیتونست که ده زمینه و پشایش از بین ببرد و ده زمینه خود لشمانی ها مشکلات جدی وجود داشت. بله. ولی حال خوشبختانه که این مسائل کم شده، ولی کسایی که هستن این بسیار زود لکه‌هایش از بینم برده میشه. ولی مهم اساسی من ایره برتان میگم که همین حالتهایی که بالای خوارامه مثلا کسی دیگه چیزهایی که در وجود شما هست او خوبی ها را در وجود تا نمیبینه. دکتر سبیه فقط... تماس بگیریم، خوار ما منتظر هستن، بعدا صحبتهایتان رو مشنیم. بفرمایید. متاسفانه تماسشم قد شد. بازم مثلا یکان حالت هایی میان که تکلیف های جسمی که در وجود هر انسان است، بعض کسا متوجه زمین گپا نمیشه و یکی را یک چیز صدا میکنه، یکی را مثلا یک چشمش یک نقص داره به اون هم صداش میکنن، یکی را یک مشکل در قسمت رویشان است یا دستشان است. من فکر میکنم که خوار ما به عوض ازی که رنج ببرن یا خوشحال شوند، به خاطر از اینکه هیچ گونه عیب دیگه در رفتار، کردار، پندارایشان وجود نداره. بله. فقط یک عارضه جسمی در وجود انسان که باشه که فقط دیگه هیچ یک نقطه نیرنگی رو خوارخونده‌شان در این زمینه نیافتن. بله. فقط یک موضوع رو که اونا هم به دست خود انسان نیست، اگر حالت بالا انسان می مثلا هیچ یک خواهر نمیخواد که در قسمت روش دستش یک نقصان پی یک مشکل پیدا شه. ولی بعضی چیزها هست که از توان خود انسان خارج است. ولی بهتر ای است خواهر گل که در قسمت تداویش کوشش بکنین. تداوی های بسیار مدرن در زمین وجود داره، اما قسمت میتونه که تا حدود زیاد موفق هستن. میشه که نزد دکتر صاحبای جلدی مراجعه بکنین و خب اگر مشکل اقتصادی داشته باشین میشه که دکتر صاحبا در این زمین همراهتان همکاری عطا بکنن. ولی شما یک بار مراجعه بکنین ببینین که اصل مسئله در کجا هست و مهم چی است که این موضوع حل میشه در مسیر زندگی انسان. بسا از پرابلم ها، جار و جنجال ها و مشکلات ایجاد میشه، همه چیز از بین میره، ولی چیزی که میمونه چی است؟ یا خاطره بد یا نیک. بله دکتر سبیم این تماس بگیریم. بفرمایین بانوی عزیز. بله بله سلام، خوب است؟ سلام علیکم، خوب است؟ دکتر خوب است؟ تشکر خوار خوب است. بفرمایین. یک خواهش داشتم از امیو، یک بچه مستی در خانه و قاتل خی میکنه، هرچی که برش نصیحت میکنیم نصیحت میکنیم هیچ قبول نمیکنه. چند ساله هستن؟ هست یک 18-19 ساله. خب او قاتل خیش و ناشی از چی؟ از عاشق نیستن؟ مامیتون سرش میفهمیم که عاشق واره هست. عاشق واره هست. خب چی میگن؟ میگه برین خواستگاری؟ بدرش میگه میگه تا که چون بازار خلاف نکنه از برش زن نمیگیره. بله خود از یا چی میگن؟ خودش میگه که برای ما زن بگیم، پدرش گفت قبول نمیکنه که سمت دوازده خلاص کنه، شهادت نامه را برم بیاره ما بازدن برش میگیم. تنها سنف دوازده را نه که بیخی، باید فاکولته را یک بخش مسلکی را باید بخاره. تال خورد است، تال از زن نیست، خویی همین گفه را میزنه دیگه، در خانه سر خود تا نمیکنه. خب آله هستن اون بچه خودشان؟ بله ها در خانه است. میشنوه آواز ما را؟ در دیگه خانه است. خب یعنی میشنوه که وقتی که ما همراهشان صحبت کنیم؟ بله ها، بله صدا میکنم. خب خب تشکر از شما خواهر، خدا حافظتان. بله خدا حافظتان. خدا حافظتان.
0796000656 شماره پیامگیری برنامه ما هست و یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از وقفه بعدم خدمت شما حاضر میشیم. وقتتان خوش دوست عزیز. و بازم خب پیش از اینکه پیام خانم تماس میخوانم امروز، بله، یک بانوی عزیز گفت که پسرم در خانه بسیار اوقات تلخی میکنه، چقدر نصیحتش میکنیم هیچ قبول نمیکنه. دلیل اوقات تلخیش هم پیدا کرده، ناشق یک دختر است، میخواد که دختر نامزاد شو همراهش عروسی بکنه، اما پدرش بسیار گپ خوب میگه، میگه که تا بچیم فارغ التحصیل صنف 12 هم نشده و در صورت امکان بتونه تحصیلات عالی خود را پایان برسانه، ما او دختر را با او نامزد میسازم و گفته هر قدر بچیم میگیم هیچ قبول نمیکنه. بله فرزان جان، ببینید که منظور جوان شدن وقتی که یک پسر جوان میشه تنها یک گپ نیست که فقط ازدواج بکنه، دیگه مسئولیت های هم در قبال خود داره. از همه مهمتر شخصیت سازی هست. عروسی در هر وقت زمان میشه، ولی شخصیت سازی و خود یک جای مطرح کردن، یعنی منظور من این است که در یک وقت تخصص گرفتن، او با در وقت نمیشه. یعنی یک وقت و زمان خاص خود، بهترین وقت و زمان برای یک نوجوان، برای یک جوان، یعنی می وقت است که از سن 18 الی 25 سالگی تنها 7 سال مدت بسیار زیاده هست که بتونه که فقط در یک رشته بعد از اینکه از صنف 12 را به اتمام میده، اینا خب گفتن 18 سال باید صنف 12 را باید به اتمام رسانده باشن. خب اگر مشکلات داشته باشن، خب شاید سال آینده در 19 سالگی باید خلاص کنه، ولی باید که اینا خب گفتن که صنف 12 را باید بخوان. تنها صنف 12 کافی نیست، در جنبزی مهم است که اینا یک جای از این در پانتونای شخصی اگر توانایی داشته باشه نداشته باشه، پانتونای دولتی همیشه در خدمتشان است، برن و باید تحصیلات خود به اتمام برسانن. حال نمیفهمن فرزان جان، یک موضوع هست که در جوان ها از ایام نوجوانی تا به همین سنای باز تازه به دوره جوانی رسیدن، یک احساس در ذهن از اینا ایجاد میشه که اینا فکر میکنن گویا که من یک عاشق پاک و دلباخته است. بله. در حالی که این یک احساس کاذب است که در مغز ایجاد میشه، این احساس اصلی نیست. چیزهایی که به گفته امو نویسنده که چیزهایی که دیروز به خاطرش کف میزنیم امروز به خاطرش میخندیم. بله. این امید مسئله در خود در زندگی انسانم صدق میکنه که امروز عاشقایی که امروز عاشق میشن و امروز فکر میکنن وقتی که باز به سن پختگی در سن 30 سالگی برسه بالای امی اندیشه های خود باز خنده میکنن. بله. یک وقت میگن که ما عاشق چی شده بودم، چطور من چی فکر میکردم، چطور بود، چرا سن به پختگی خود نرسیده. اینا چون افکار مقدس است پیش هر انسان، هر کس امو افکارش مقدسه، حتی پیش یک طفل 2.5 ساله افکارش بسیار پیش خودش مقدس است و فکر میکنه هر چیزی که من میگم، یک از دست یک طفل یک چیزی را بگیرین چقدر چیغ فریاد میزنه، میگه که همین درست است. پس با او خاطر مهم اساسی است که برای یک نوجوان گفته شود، مثلا نه به سیستمی که مثلا پدر بسیاری وقت همی یک بچه که جوان میشه پدر گویا که فکر میکنه که دشمن ازی است. بله. یعنی یک مشکل در جامعه ما هست به عوض از این که اون بچه که جوان شد یک دوست بسیار خوب پدر خود باشد. بله. ولی متاسفانه هستن با واقعیت ولدمی یک سریال بسیار مقبول که از طولو به نام نیک و بد نشر میشه امیر تمثیل کردن، ببینید. بله. چقدر جالب است که پدر با واقعیت مهربان است اما ظاهر نمی کنه. بله. این احساس برای اون بچه خود نمیده که واقعا امیر. ما بارها از خانواده تقاضا کردیم، خصوصا از پدرها و مادرها گرامی، که مادرها خواستن ولی پدرها بعض اوقات هم مشکلات می داشته باشن. مثلا یک بچه بسیار خوب امراض مادر خود است. بله. چرا امراض پدر خود نیست؟ چی فرق میکنه؟ خب در جایش مادر پدر اگر سیاست میکنه، اگر بعضا یکان موضوعات هست، یکان چشم ترس راست می داشته باشه، ولی در مجموع در سن نوجوانی باید که پدر رفیق اولاد خود باشه. اینمی ره به شکل باید برش مطرح بکنه، اینمی موضوعاته که مثلا چرا می احساس پیدا میشه. اگر این گپا رو علمی نمیفهمن، حداقل از اون تجربه خود باید بگوین برشون. همین حالت از اون سر پدرشون هم سپری شد دیر شده. حالا خب یک احساس کاذب، بیشتر هم گفتم که یک احساس کاذب است. وقتی که اینمی حالت، چرا مثلا میگه که وقتی که امی آرزو به دست آمد لذت از بین میره. بله. یعنی همه چیز
در امی هجرت است. میگه لذتی که در هجرت است در وصلت نیست. بله. وقتی که حالا انمی لذت، وقتی که انمی با آرزوی خود برسه، دفعتن در ذهن زی یک چیزه که پیدا میشه و احساس دل سرد میشه. نه. خود این پسر خودش دل سرد میشه. پس به او خاطر آل گوش دادن به یکی انوز اونا صنف 12 را خلاص نکردن، گفتن بچیم در دیگه خانه است، من صدایشان بکنم، امیدست که بچک بشنوه اون گپای مرا، که من مخاطب من خود این پسر است که افکار هیچ وقت ماندگار نیست. شما ببینید 15 سالگی خودم یک بچک یک بار ببینید در سن 15 سالگی در کدام فکر بودن، در 14 سالگی در کدام حالت بودن، در 17 سالگی در کدام فکر بودن، حال در کدام فکر هستن. پس به او خاطر افکار هیچ وقت ماندگار نیست. اینال امی حالا در سن 25 سالگی با یک افکار دیگه هستن، در سن 30 سالگی که آیسا آیسا سن به پختگی خود، بالاخره در سن 40 سالگی که مطلق پخته میشه انسان، باز او وقت دیگه در یک فکر و در یک حالت دیگه میباشن. پس به او خاطر کوشش بکنن که پدر یک رفیق بسیار خوب اولاد خود باشه. اگر اینمی گپا را برشان بگه که بچه تو در صنف 11 شوق عروسی رو میکنی، بله، یعنی ای ما بارها گفتیم 50% در زندگی عروسی رول داره، 50% دیگه مسائل دیگه است که او بسیار مهمتر هم هست از این 50%. بله بله. خب یعنی مسائل عروسی رو منسان دست کم نگیره، ولی از همه مهمتر هر چیز بر وقت و زمانش، وقت و زمان ببینین، از یک غذا، یک غذا در هر چیزش تاریخ انقطاعش نوشته است که این وقت از بین میره. در زندگی همچنین است، بعضا فرصت‌هایی است که انسان با دور از بین میره، با دوباره با هر قیمتی که بخوایی با دور دوباره بعد سوارده نمیتونی. پس به او خاطر بسیار مهم اساسی هست که انسان کوشش بکنه که متوجه اینمی فرصت‌ها باشن. اگر اینا پدرشان برش بگویه، همین باور بکنی که با جوان‌ها به زبان منطق اگر صحبت شوه، منطقی برای یک جوان گفته شود که بشیم اینی شکل است، اینی شکل است، اینی شکل است، یک جوان قبول میکنه. ولی یک جوان هیچ وقت زبان زور قبول نمیکنه. که مثلا گفته شود که چنان خوب، حال جوان از خواست شمی هست، میگه که من فکر میکنه که جوانی یعنی وقت که در این مرحله رسیدی باید عروسی. در حالی که در جنبزی شخصیت سازی از همش مهمتر است. که تو خودت چه قسم مطرح کردی، حالا تو هم توانایی زیر داری تا چه وقت به می پدر، خب آل توانایی زیر داره، ای آید داره، میتونه یا شبیباتی یا خانواده رو بکنه. حالا خب پدرش به این فکر است که بچهش است، حالا خب باید مسئولیتش میگیره. فردا روز اگر عروسی بکنه، خب باز وقت دو که باز همه چیز سپری میشه، پدر دیگه باز مسئولیت نمیگیره. پس به او خاطر اینا اول کوشش بکنن که خدا یک جای مطرح بسازن، متوجه مسئولیت های خود باشن، اول تخصص باید از یک بخش بگیرین. همه چیز آره، بهترین وقت طلایی برای شما فقط تعلیم است و تحصیل است و فقط خود باید یک جای برسونید. بعد از او بخیر مثلا به سن 25 سالگی بهترین یک وقت است برای یک جوان که عروسی بکنه، و تا سن 25 سال شما کوشش بکنید که در این مدت 7 سال خود حتما 7 سال مدت بسیار زیاد است، میتونه در هر فاکولته ایره که شما انتخاب میکنین از رشته خارج شوی، نه تو میتونه ماستری تانه بگیرین. ولی اگر تنها ذهن انسان عادت به می تن پروری بته و امی که فقط امروز که چشم شکی را دید یک عاشق با صبح که دید با دور فراموش کنه عاشق کسی دیگه وی گپا، ایره که پیشترم براتون گفتم که این عشقای حقیقی نیست، کاذب است، یه افکار کاذب است. در همچون سن سال کس عاشق نمیشه، ولی باور بکنین که وقتی که خودتانم از این پدرتون صادقانه پرسان بکنین که از این وقتی که تازه نوجوان بده تا بال چند بار عاشق شده. بله. و بالای ما افکار خدا رو چقدر میخنده. اگر این گپا را پدرشان به بسیار زبان نرم برشان بگویم سگ رفیق بایی شاید قبول بکنن این گپا. این این موضوع است که بین پدر و پسر باید یک زبان مشترک باید باشه. حتما بله. یعنی این به این بعد از این که یک بچه میره راز خدا برای یک یک رفیق خود که اونا هم از دنیای چیز را نمیفهمن، یکان چیز کاید باز در ذهن از اونا کازه بیجاد میشه و کوشش میکنه که برای یک رفیق خود بسیار فهمیده جلوه بتا و چیزهای دروغ بر از انتقال میده. و جالب یه از فرزان جان که باز بسیار ماندگار میمانه تا در ذهن،
با وجود که میفهمم که یک وقت میفهمم که همین چیزا دروغ است، ولی بانم تکیگاهش اونمو حرف است. پس به او خاطر در همچو حالات بهترین راه همی است که کوشش بکنن که به عوض ازی که اوجه مراجعه بکنن، بهترین دوستش باید پدرش باشه. برای پدر خودم این موضوعات بگویه و پدرش وقتی که این موضوعات درک کرد که مثلا پسرش عاشق شده، عاشق شدن مهم نیست، ولی این یک احساس است که در هر جوان پیدا میشه در این سن سال، چون هورمونای جنسی رشد میکنه و یک احساس نسبت به جنس مخالف ایجاد میشه، و اگر این اسم عشق باز برش بتن، او عشق در زمان میشه که مغز به پختگی خود رسیده باشه. باز او موضوع شلایده است. در همچون سن ساله این واقعی نیست، و اگر با پدرشان که تیمی خود جوان صحبت بکنه، از تجربات خود بگویه برشان، آیسته آیسته تماما موضوعات حل میشه. ولی مشکل بعض اوقات این میشه که جوانها را، من پیشترم گفتم که افکار خصوصا در جوانها بسیار زیاد پیش خودشان مقدس است. رد کردن بعضا حرفا مثلا بسیار بسیار زیاد. مثلا یک جوان خوش نداره که کس حرفش رد بکنه، ولی با امی حرف خود جوانم تکذیبم نکنن، برشان بگن، ولی یک راه رسیدن به حقیقتم باید برشان گفته شود، تا وقتی که خودشان احساس بکنن که واقعت که پدرشان حق به جانب هستن. ولی اگر بخواین که از طریق زور، نه که من کار نمیکنم، نه تو کو تو البرو نان تا پیدا کوی گپا، باز ای اثرات بسیار منفی بالای روح روان جوان ها پیدا میشه، و در جنبزی یک موضوعی که ایجاد میشه ای است که جوان باز یک احساس محرومیت میکنه و حتی دست میزنه به هر کار غیر، که این باز وقت بسیار زیاد خطرناک است. دوستای عزیز، وقت برنامه امروزی ما هم به پایان رسید. ناگزیر هستیم که با شما عزیز خداحافظی بکنیم تا تقدیم برنامه بعدی. تمام شما عزیز را به خداوند بزرگ میسپاریم. خداوند یار و مددگار همه. وقت خوش، خدا نگهدار.